جلال روشندل، استاد روابط بین الملل از سیاتل، برای گفتگوی بیشتر در مورد با ما همراه شدن. آقای روشندل خیلی خوش اومدید. به نظر میاد که روند اخراج و تعلیق اساتید مستقل از دانشگاه همچنان ادامه داره. این روند رو چطور میبینید و فکر میکنید این اخراج ها و تعلیق ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. ببینید خیلی زود با انقلاب فرهنگی تعارض بین تفکر دینی و دانشگاهی خودش رو بروز داد. در طول 40 سال گذشته این تعارض نوسانهایی داشته، ولی عمدتاً در جهت حذف اساتید پیشرو و اساتید باسوادتر بوده و جایگزین کردن اونها با افرادی که مورد تایید سیستم بودن، بدون اینکه حتی مدارک تحصیلی درست حسابی هم داشته باشن. حالا این قضیه به نظر می رسید یا خیلی ها معتقد بودن در حوزه علوم اجتماعی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و حقوق است. در حالی که ما می بینیم در یک سال اخیر به دنبال خیزش اجتماعی مردم و حمایتی که اساتید دانشگاه بدون به اصطلاح تفکیک رشته و تخصص از دانشجویان و حرکت دانشجویان به عمل آوردن، حالا این تعارض داره یک سطح وسیع‌تری رو پیدا میکنه و شما میبینید در لیست اساتیدی که اخراج میشن، اساتیدی هستن که برجسته هستن و در رشته‌های مختلف، حتی کامپیوتر، حقوق و غیره. آخرین مورد همین استاد محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، کسی است که به هر حال در طول این خیزش اجتماعی گفتاری مغایر گفتار رسمی مراکز امنیتی و مراکز دولتی داشته و آخرین مطلبی که ایشون افشا کرده این بوده که این یورش اخیر به دنبال ابلاغیه‌ای با امضای آقای رئیسی رئیس جمهور شروع شده. بنابراین مشخص هستش که این جریان ادامه خواهد داشت. سعیشون این هستش که یک دست بکنن و به اصطلاح یک صدای واحد رو اشاره بدن، به جای اینکه دانشگاه رو وارد یعنی در یک حیطه علمی و جای تبادل آرا و ضرب آرا حفظ بکنن. خب آقای روشندل، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم خواستار فشار بیشتر برای اخراج اساتید مستقل و حامی معترضان شده. فکر میکنید چرا حکومت و رسانه‌های وابسته به حکومت به دنبال فشار بیشتر بر فضای دانشگاه و اخراج اساتید مستقل هستند؟ این همه فشار با چه هدفی هست؟ هدف خالص‌سازی فضای آموزشی هست در جهت افکار و عقایدی که به خصوص بعد از آمدن آقای رئیسی بیشتر داره دنبال میشه. ببینید رژیمی که کارگر رو برای مطالبه حقش سرکوب میکنه، سارق ثروت ملی رو آزاد میکنه و کسایی که سپرده های مردم رو در بانکاشون سرقت کردن آزاد میکنن، کسایی که دنبال اون محدود یعنی مبلغ محدود سپرده هاشون هستن اونها رو میگیرن و سرکوب میکنن. دانشجو رو به قصد محدود کردن فضای علمی و پرسش علمی و کنش علمی و سیاسی سرکوب میکنن و تبعید میکنن یا ستاره دار میکنن و حتی کتاب فروشی ها را به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری میبندن و محرومون میکنن. طبیعتا در یک چنین فضایی معلم و استاد هم اخراج میشه، تعلیق میشه، به خاطر خوانش متفاوتی که با خوانش رسمی مقامات امنیتی داره که در پشت سر این حرکت قرار گرفتن و فکر میکنن که رژیم رو به زوال هست و این نوع حرکات میتونه زوال رژیم رو تسریع بکنه. بنابراین بهترین کاری هستش که از هر طریق ممکن تبعید، جلوگیری، چهره نگاری، توسل به ابزارهای مختلف دانشجو رو ساکت بکنن، استاد رو هم ساکت بکنن. ولی من به طور یقین میدونم که همونطور که تا به حال نتونستن و موفق نشدن، این حرکت هم به جایی ختم نخواهد شد. یک دوره ناآرامی ایجاد میکنه و احتمالاً خیزش مردمی رو انگیزه دارتر میکنه و شدیدتر هم میکنه.